سلام و درود میگم به مخاطبین عزیز رسانه طرفداری. با یکی دیگه از برنامه ملاقات با چهره‌ها همراه شما عزیزان هستیم. خب روز 8 آذر رو همه در فوتبال ایران با حماسه ملبورن میشناسن، اون پیروزی تاریخی مقابل استرالیا. اما خب فوتبال ایران از این روزهای حماسی کم نداشته و یکی از اون روزها 26 آذر اون پیروزی تاریخی مقابل کره جنوبی با نتیجه 6-2. یکی از حماسه سازان اون روز امروز میهمان ما هستن، آقای نیما نکیسا. خیلی خوش اومدید به رسانه طرفداری. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز، بچه‌هایی که پشت دوربینن، بچه‌هایی که از رسانه طرفداری دارن این لاین ارتباطی رو برقرار می‌کنن، و سلام ویژه خدمت خانم‌ها و آقایان گرامی، ایرانیان عزیز مهربان. امیدوارم که تا اینجای روز رو به بهترین نحو گذرونده باشید و دقایق و اوقات خوبی در انتظارتون باشه. ممنونم از محبتتون که بنده رو لایق دعوت تونستید و در این روز حماسی و نوستالژیک باعث شدید که من از طریق دوربین های شما به خونه های مردم، به لاین ارتباطی مردم راه پیدا کنم. متشکرم. خیلی ممنون که اینجا حضور دارید. من اول برنامه وعده رو بدم به مخاطبا که ما یک برنامه خاطره بازی جداگانه مفصل با نیما نکیسا خواهیم داشت، اما امروز یک گذر کوتاهی به اون بازی میزنیم. از شرایط اون بازی بگید، اون روزها چه شرایطی داشت تیم ملی آسیا؟ من سن و سال زیادی نداشتم، من 20 سالم 21 سالم بود، و اینکه برای من خیلی آغاز خوبی بود، در اصل رنسانس بود، شروع یک زندگی جدید که متاسفانه امروز داریم بهش نگاه میکنیم میبینیم که خیلی طلوع سریع داشت و غروب سریع تری. و اینکه شاید قسمت بر این بوده که من اولین بازی رسمی و برای تیم ملی کشورم در میادین بین المللی در سن 19 سالگی داشته باشم، و آخرین بازی ملیم رو در سن 25 سالگی. جمعاً 6-7 سال در خدمت تیم ملی بودم، و من یه جوونی بودم که دوست داشتم ارزندام کنم در این فضا. خب قبل از اینکه فوتبال رو شروع بکنم صاحب عناوینی بودم در رشته‌های ورزشی متفاوت، و حالا دوستانی که حالا بیشتر دنبال میکنن میدونن که در رشته‌های ژیمناستیک، شنا، بوکس، سوارکاری فعالیت داشتم. و وقتی به صورت جدی به فوتبال پرداختم احساس کردم که شاید ژیمناستیک بتونه کمکم کنه در فضای دروازه‌بانی، و از اونجایی که خداوند همیشه باران رحمتش بر سر من باریده خیلی زود رسیدم به اون جایگاهی که متاسفانه با عدم کفایت خودم از دستش دادم. و الان داشتم بالا به بچه‌ها میگفتم، گفتم که هر شانسی که در خونه آدم رو میزنه اگر گرفتیش گرفتیش، اگر نگرفتیش باید چندین و چند سال صبر کنی تا این قطار شانس آیا بیاد دوباره سوارشی یا نه، که خدا رو شکر برای ما اومد و این دفعه با فضای تحصیلی دانشگاهی و آکادمیک سوار اون قطار شدیم در لباس جدید، در یک زندگی و یک شرایط معیشتی جدید. به تمام اینها میرسیم. خب نیما نکیسا الان استاد دانشگاه است، در بخش دوم برنامه به سراغش میریم، اما در خصوص همون بازی الان ما این آخرین جام ملت آسیا رو که تجربه کردیم، مثلا میدیدیم قبل هر بازی شانس ایران رو بیشتر میدونستن، ایران رو خیلی قدر میدونست آسیا. اون موقع فضا چجوری بود؟ قبل بازی ایران کره آسیا شانس رو به کدوم تیم میداد؟ قبل از بازی ایران و کره ما 7 گل زده بودیم. 1 گل به عراق زدیم، 3 گل به تایلند زدیم. عرض کنم خدمت شما که 3 گل هم به عربستان زدیم. 7 گل و عرض کنم خدمت حضرت عالی 3 گل خورده. ببینید خیلی از کسایی که اون موقع ورزشی نویس بودن، اون موقع خیلی دوست داشتن که خب شاید ظهور یک بچه براشون زیاد قابل هضم نبود، اومدن پرداختن به این که خب نیما رو گل اول مقصر بود و این شد و اون شد و اینا. خیلی اومدن گفتن ارنج ایراد داشت، خیلی اومدن گفتن که میتونستیم استفاده، حالا هرچی بود. من عرضم اینه که از اون مسابقات برای ایران یک افتخار تاریخی ساخت،
و اینکه من اولین بازی مقابل عراق اگر خاطرتون باشه، که البته شما نمیدونم متولد چه سالی هستین، نمیخوام بپرسم، اما چیزی که هست اینه که قطعا سن و سال زیادی نمیتونستید داشته باشید اون موقع. خیلی فضای پرتنش سیاسی وجود داشت بین دو کشور و اینکه هر کسی جرأت نمیکرد، چه برسه به جوان 19 20 ساله که در نبض تپنده یک تیم قرار بگیره، اون هم با داشتن رقبای بسیار نام‌آور و دارای اسم خیلی زیاد. اما آنچه که هست، من اصولا آدم زیادگویی نیستم، شما یه سوالی کردید که من کل کتاب باید توضیح بدم. در نیم اول من یه گلی خوردم که از اعتماد به نفس زیادم خوردم این گلو، یعنی اومدم بازی خونی کنم این گلو زاویه بسته خوردم. اون کسی که به ما گل زد بعدن، حالا من به نوعی باش در ارتباط بودم از طریق احمد کاظم که اومد تیم پاس با ما بازی کرد، گفت اومد و قسم میخورد که اومد سانت کنه که برای اینکه حالت نان استیبل پیدا کرده بود، داشت پرت میشد بیرون از زمین، اومده بود سانت کنه، به گوشه پاش گرفته بود، رفته بود توی زاویه تیریه که من توپه، در صورتی که من میشد که مثلا اون توپو بگیرم، خیلی هم جذاب به نظر میرسید. اما آنچه که بود جا داره همینجا از طریق همین برنامه تشکر کنم از کادر فنی اون موقع، بلخص آقای محمد مایلکوهن که من رو باور کردن، به من این فرصت رو دادن که من خیلی زود از بین نرم جایی که دیگران هم میتونستن این فرصت رو در اختیار من بذارن، مقابل عمان در المپیک آسیای تایلند. مرحوم منصور خان پورحیدری انسان بسیار فرهیخته و وارسته‌ای بودن، اون موقع یورگن گده بود، اون موقع آقای حسین آقای فرکی بود، ولی دست تقدیر زمانه باعث شد که من خیلی زود از فوتبال ملی کنار گذاشته بشم. اما اگر بخوام در نهایت جواب شما رو بدم، هر چیزی گفتم الا جواب شما. اگر بخوام جواب شما رو بدم، ما در ایران یک حلقه مفقوده ای داریم، اون هم آمادگی ذهنی یک بازیکنه. ما فکر میکنیم، حداقل فکر میکردیم، که فقط باید به لحاظ شرایط آناتومیکی و توان، قدرت، انعطاف‌پذیری، اون پارامترهایی که برای یک فوتبالیست تاپ لول لازمه، بازیکن رو آماده کنیم، در صورتی که ما یادمون نبود که وقتی یه بچه 19 ساله 20 ساله رو داریم میفرسیم تو زمین، این آدم شاید تنش‌ها و اون تنشن‌های عصبی و روحی روانی خیلی زیادی داشته باشه. اما به هر حال همه چی رو من صحبت نکنم راجع بهش، شما سوال بفرمایید، من در خدمتتون هستم. قبلش اینو بگم که خب این توضیحات مفصل خیلی هم جذاب میتونه باشه، حالا واسه من که اون موقع بیادم نمیاد اون بازی، یا هم نسلا بیشتر شاید بتونن درک کنن چه شرایطی بود، چه اوضاعی بود. ولی خب یه مسئله نزدیکتر تو اون بازی، این که بین دو نیمه چی گذشت، نه بین بازی ایران و کره جنوبی. ایران و کره، بین بازی ایران و کره جنوبی من اولین نفر بودم که از زمین اومدم بیرون و خیلی ناراحت بودم، به خاطر اینکه رو گل دوم نزیاد، ولی رو گل اول 100% مقصر بودم. یعنی حالا میگن که اون نباید میزد و این باید جلوش وای میستاد و اینجوری میشد، ولی من خودم میدونم که اون تو با ضعف فنی من وارد دروازه شد و اومدم رفتم تو رختکن. همش تو این فکر بودم که الان عوضم میکنن. خب به هر حال کسی که رو نیمکت نشسته بود یک اسطوره بود، یک تاریخ ساز بود، یک کسی که هنوز که هنوزه و مطمئنم سالهای سال ازش به عنوان یک ستون در دروازه تیم ملی یاد خواهد شد، و من یک جوان 19 20 ساله در اوج آمادگی بدنی، ولی به لحاظ شرایط درک و ادراک اصلاحی میکنم بازی، شاید یک جوان خام و احساسی، رفتم تو رختکن و از عصبانیتی که الان ممکنه عوضم کنن، هی فکر میکردم، گفتم الان آقای مایلیکو هم میاد توی
رخکن و به شدت از من عصبی، ناراحت. بازی رفته بود برای یک هشتم نهایی و همش تو این تنش‌های استرسی بودم. رفتم و دستکشم رو پرت کردم سمت اون باکسایی که رخکن هست توش، توی رخکن هست که لباس عوض میکنن و اینها، کموت ها. من یه موقع دیدم آقای مالی کوهن اونجاست، دیدم اونجاست، به من گفت چیه چی شده؟ با اون حالت کاملا مستبدی که داره گفتش که چی شده؟ گفتم آقا ببخشید، من فکر نمی کردم شما اینجا باشید، من خیلی دست خودم ناراحتم. گفت بشین بشین، چیزی نشده، هیچ اتفاق نیفتاد. خدایا دست درد نکنه، خدا خیلی ممنون. اومد و گفت بچه ها من قول به شما میدم اگر شما حرف من رو گوش کنید، فشار رو اینها بیشتر کنید و انرژی بیشتری بذارید، از عمق خط دفاعیشون توسط خداداد و علی استفاده بکنید، از پاس‌های بلند پشت دفاعشون استفاده بکنید، علی صاحب توپ بشه، بدن بذاره. هر چی گفت شد، هر چی که گفت شد، گل سومی که ما زدیم من پاس گل دادم به علی، از دروازه بلند زدم، یه نفر اون وسط فکر می‌کنم سابونده پرید، سابونده علی گرفته رفته و از بین پاهای بازیکن خط دفاعی کره‌ای زده اون گوشه دروازه. گل پنجم رو هم فکر کنم علی استوب کرده پشت 18 قدم کره سمت راست، یعنی در سمت چپ خط دفاعی اونها، و بدن گذاشته و چرخیده زده زیر تا. گل چهارم هم که علی پاس داد به خداداد، خداداد زد. گل ششم هم علی دوباره پاس داد فکر میکنم به خداداد، که خداداد با دروازه‌بان تک به تک شد، دروازه‌بان زدش و پنالتی شد که علی گل کرد. من خیلی خوشحال بودم اون بازی، خیلی خوشحال بودم، خدا شاهده. یادمه که از خوشحالی صدام گرفته بود، یعنی میدونم تشکر کنم صدام خورسک شده بود، اینجوری شده بود. هر کی رسید به من گفت شانس آوردی یا وگرنه آج آقا پوست سرتو میکرد. انصافا فکرش نمیکردی بعد عقب افتادن حالا با این نتیجه بتونی برگردی؟ نه نه، یه چیزی من به شما بگم، شاید کمتر بازیکنی یادم نمیاد راجع به این قضیه صحبت کرده باشه، اما میخوام بهتون بگم که حداقل 3 گل از اون گل‌های اون روز رو ایرانیان حاضر در ورزشگاه دبی زدن. شما نمیدونید بچه‌های ما به عشق این که این ایرانی‌ها با دندون فنس میرفتن بالا، چنگ میزدن تو این فنس ها از خوشحالی، گل بعدی رو میزدن، گل بعد. ما خسته نمیشدیم، ما نیمه اول میگفتیم خدای کی تموم میشه، نیمه دوم میگفتیم خدای 2 تا 90 دقیقه دیگه بذار، بذار 15 تا بهشون بزنیم. جدی میگم، ما اغراق نمیکنم، ولی چیزی که هست اینه که اون روز تو تاریخ ایران مثل 8 آذری که شما فرمودید موند، مثل بازی ایران و آمریکا موند، مثل خیلی از بازی هایی که ما رفتیم و تونستیم برای کشورمون افتخار آفرینی کنیم، ما که همه کسایی که این پیرن تنشونه، موند. و اون روز خیلی روز قشنگ و جذابی بود، خیلی. از همتیمی ها که همه رو خاطرتون هست، ولی از بازیکن های کره تون بازی کیا رو یادتونه؟ فقط میدونم که مربی اوسان کره الان، اونم بچه ها الان بالا گفتن، دقیقا همون کسیه که خیلی روی نیشد گل اول رو به من زده. اینو شوخی کردم، من اصلا آرزوی بد باسه کسی نمی کنم، اما اینو فقط به خاطر مزاح هرش کردم که یه خورده جنبه فان برنامه بره بالا. اما کسی بود که گل اول بازی کره و ایران رو به من زد. منجر شد این خاطرهای شیرین خلق بشه. خاطره های شیرین دفتری از جام ملت‌های آسیا را اگر شما بخواید ورق بزنید، این دفتر به تعداد آدم هایی که اونجا بودن، هر یک کدومش یه آدمش میشه یه دفتر، و
بعد شما خبر رو جمع کنید، ببینید چقدر خاطره دارید، چقدر اتفاق دارید، چقدر چیزای قشنگ دارید. آقا نیما، میخواییم بخش اول برنامه رو ببندیم با چند تا یادگاری از شما، اگه اینو لطف کنید برای ما امضا بکنید برای مخاطبای رسانه طرفداری. ببینید من یه چیزی جلو دوربین شما میخوام بگم. بدترین خاطره ها که اون لحظه احساس میکنیم بدترین خاطره است، یه روزی همینجوری میشینیم و بهش میخندیم. دقیقاً اون چیزی که ما اون لحظه دوست داریم مدیریتش کنیم تا از سر خودمون وازش کنیم، که بگیم من نبودم، این بود، مقصر این بود، اشتباه از این بود، امروز میشینیم با افتخار میگیم اتفاقا من تو اون صحنه بودم. خب برای هیچ و پوچ همدیگر رو لگدمال نکنیم، برای اینکه یه روزی باز هم کنار همدیگه میشینیم همدیگر لگدمال نکنیم. یه زمانی جوان‌تر بودیم، دنبال جایگاه بودیم، دنبال قرارداد بهتر بودیم، الان هر کدومون سر خونه زندگی خودمونیم، شأنی داریم، شخصیتی داریم، جایگاه اجتماعی داریم. وقتی یه نفر در برنامه تلویزیونی میاد راجع به تیم رقیب صحبت میکنه، باید بدونه که اون بزرگتر یه تیمه، چشم یه ملت بهشه، هواداران کسانی که حمایت میکنن از اون تیم، چه قرمز، چه آبی، چه زرد، چه سفید، چه بنفش، فرق نمیکنه. وقتی شما با اون بزرگتر یه تیم میای آرزوی موفقیت میکنی برای تیم رقیبت در مسابقات ملت جام باشگاه آسیا، در فینال جام باشگاه آسیا، میدونی بازیکن تیم حریف چه فکری راجع به تو میکنه؟ میگه اونها چقدر بزرگترهای خوبی دارن، چقدر فهیمن، چقدر میفهمن که الان باید به این تیم نگاه ملی بشه. خدا شاهده من در این دو روز 3-4 جا در شرایط گفتگو قرار گرفتم، همه جا گفتم، اینجا هم میگم، من استقلال رو دوست دارم اما بعد از پرسپولیس. دوست دارم استقلال همه تیم‌ها رو ببره، ولی دوست دارم پرسپولیس استقلال رو ببره. خیلی دوست داشتم که اونها هم دوست داشته باشن پرسپولیس همه تیم‌ها رو ببره، بعد استقلال پرسپولیس رو ببره. بازی کری فقط در روز دربیه، بقیهش دیگه میشه یه تیم ملی قوی، استقلال قوی، پرسپولیس قوی، خروجیش تیم ملی قوی. پس یه خورده بیشتر سعی سعد داشته باشیم، مناعت تب داشته باشیم و سعی کنیم یه خورده احترام هم دیگر نگه داشت. آقا نیما، سوال جذاب خب زیاد دارم، مسلمه که سوال جذاب از شما زیاد است با اون سابقه، ولی خب یه سوالی رو میخوام بپرسم. رقابت شما با احمد رضا عابدزاده، از جای مختلف شنیدیم که شما تو اون سالا دلخور بودید با وجود اینکه شاید آماده تر بودید، ولی احمد رضا عابدزاده رو به شما ترجیح دادن. هنوز هم همین نظر رو دارید؟ فکر می‌کنید حقتون خورده شده؟ من هیچ جای همچین حرفی نزدم. اگر زایده فکر مریض بعضی از آدم‌ها ثبت در بعضی از جرایت شده، این داله بر این نیست که من میتونستم را بیفتم امروز در این نشریه، فردا در اون روزنامه بخوام بگم که شما چرا تیتر زرد استفاده میکنید برای اینکه تیتراژ، ببخشید، تیراژ روزنامه‌تون رو ببرید بالا. من جایگاهم رو همیشه خوب شناختم، همیشه میدونستم که جایگاهم چیه. من اصلا در مقام مقایسه و قیاس نبودم و نیستم. آقای عابدزاده، آقای غلامپور، آقای سعید عزیزیان، آقای نادر فریادچیران، ناصرخان اسطوره، اینها کسانی بودند که من اصلا در جایگاهی نیستم که اصلا لباس اینها رو برتن کنم. من خدا رو شکر میکنم از اینکه یک مدتی تونستم خدمتگزار باشم. من هم علاقمند بودم به اینکه در فضایی که دارم فعالیت میکنم پیشرفتی داشته باشم، اما هیچ وقت به سبب حضور پدرم که یکی از بزرگان ورزش است و همیشه بحث احترام پیشکسوت رو یادآور شدن. ببینید، سیاست‌های آلوده دنیا معمولاً شما رو به چیزی متهم میکنه که نیستید. مثلا شما
آدم مقید و متدینی هستید. شما رو منتسب میکنن به بعضی از فضاها یا ناهنجاری ها یا فضایل اخلاقی شما رو نادیده میگیرن. خب من نمیخوام بگم منم جوون بودم، منم شاید یه جاهایی ناراحت میشدم، اما از حیطه ادب و احترام هیچ وقت خارج نشدم. خب اگر امروز بحث حمایت پدر از پسر به وجود میاد، اون موقع هم بحث حمایت پدر من از پسرش بود، ولی امروز قابل درکتره که اگر پدری پسرش در یک شرایطی قرار بگیره که باعث افتخار خانوادهش بشه، خانوادهش با عشق نگاه میکنن به اون پسر و خوشحالن از اینکه چنین فرزندی تربیت کردن، همینطور که الان آقای عابدزاده هم داره این طعم شیرین رو میچشه. ولی امروز فرهنگ فوتبال به جایی رسیده که این امر رو تحسین میکنه، اما 25 سال پیش اسم این رو حمایت‌ها و مسائل لوس میذاشتن. باباش برای چی میاد؟ باباش برای چی راجبه این حرف میزنه؟ تو تأمینات چی کار میکنه؟ خب اصلا نمیخوام وارد این مسائل بشم، اما من خوشحالم از این که تاریخ فوتبال ایران چه بخواه چه ناخواه اسم بنده رو در خودش جای داده، و اگر انسان‌ها در کشور صد بار دیگه از دست برن و به دنیا بیان، باز هم اگر اهل تاریخ خوندن باشن در فوتبال، اسم بنده کمترین رو مشاهده خواهند کرد. من دروازه‌بان بدی نبودم، تمام تلاشم رو کردم برای ایران افتخار آفرین باشم، خیلی جاها تونستم، خیلی جاها هم نتونستم. شما وقتی از خونه با اتومبیلتون بیرون میایید، هیچ تضمینی برای اینکه شما تصادف نکنید وجود نداره، و دروازه‌بان هم وقتی در درون دروازه قرار میگیره، هیچ تضمینی برای اینکه هیچ اتفاقی براش نیفته وجود نداره. هیچ دروازه‌بان نمیتونه بگه حتی از یه تیم محلی هم گل نمیخوره، و این نشون میده که چقدر سطح فرهنگ سازی و آموزش در بعضی از فوتبال دوستان بسیار متعصب و به نظر من ناگاه وجود داره، که شما رو نسبت به فنی ترین نکاتی که رعایت کردی مورد تاخت و تاز قرار میدن. اگر من گلی از آقای میالویچ خوردم، دلیل فنی دارم روش. اون موقع نمیتونستم دلیل فنیشو بیان کنم، ولی امروز با افتخار میگم که دیوار دفاعی که 8 ضربه آزاد ازش عبور بکنه و حتی یک دونه توپم به اون دیوار دفاعی نخوره، ایراد از من نمیتونه باشه. من یه بار دیوار دفاعی ما اشتباه بستم، 2 بار بستم، 10 بار بستم، آیا در اون تیم کسی وجود نداشت که بگه آقا تو 15 بار دیوار دفاعی تا اشتباه بستی؟ اینطور نیست. بهتره که بهش میگن نگاه سطحی، متوجه این؟ یعنی ما یک نگاه سطحی به ماجرا میکنیم، در صورتی که این آیسبرگی که داریم میبینیم، این کوه یخی که داریم میبینیم، چند صد متر زیر اون سطح آب ریشه دونده. من تلاشمو کردم، بچهای دیگه تلاششون کردن، هیچ کس نبوده که بخواد لطمه‌ای بزنه، اهمالی بکنه. اما هنوزم که هنوزه شما، من فیلم میتونم براتون بذارم، بزرگترین دروازه‌بان دنیا بدبخت کردن تیم ملی کشورشون رو، گلای خوردن در حد اینکه اگه کسی ندونه فکر کنه مثلا این یک فیلمی قرار بازی کنه که کمیک باشه، یعنی این فیلم کمیکه. یعنی بهش گفتن آقا شما میری تو دروازه، یه سکانسی ازت گرفته میشه، یه شوتی بهت زده میشه، خودت بگیر از بین پاهات خودت بنداز تو گل. متوجه این؟ ما خدا رو شکر از اون گل نخوردیم. اتفاقا صحبت هایی که با حامد لک کردم رو خدمت شما و بینندگان خوب برنامه‌تون اعلام میکنم، یعنی نشون میدم. ببینید اینجا من و حامد با هم دیگه صحبت کردیم، نوشتم که حامد جان سلام، به این نکاتی که میگم خوب توجه کن. خط دفاعیت رو از محوطه 18 قدم دور نگه دار.
و خودت بیشتر بین خط شش قدم و نقطه پنالتی مستقر باش که بتونی پشت دفاع رو به خوبی پوشش بدی. ضربات نقطه دوم، ضربات کنار دروازه شروع مجددها و ضرباتی که میزنی رو برای هافکای چپ و راستت بزن پشت دفاع چپ و راستشون. چرا؟ چون دفاع جلوشون و هافک دفاعیشون خیلی خوب این توپا رو بر میگردونه و فوق‌العاده توی ترانزیشن دفاعی به حمله منتقل میشن خیلی خوب. ولی خب اگر کنار بزنه تا بخواد این بیاد سمت دروازه، ما یه زمانی رو برای اینکه بازیکن‌ها بتونن پست ترک شده‌شون رو پیدا کنن نوشتم اگر پنالتی خدای نکرده به ضررتون شد، اون سیاه‌پوسته تا آخرین لحظه صبر میکنه ببینه کدوم طرف شیرجه میری، پس تا آخرین لحظه صبر کن. از دقیقه 1 تا دقیقه 90 با خط دفاعیت حرف بزن و ارتباط کلامیتو حفظ کن و نکات لازم رو بهشون گوشزد کن. مواظب شوت‌های از راه دور اون سیاه‌پوسته باش و به خط دفاعیت بگو خیلی سریع بیان بالا سرت که اونها از توپ برگشتی استفاده نکنن. اونها خیلی خوب خودشونو میرسونن بالا سر دروازه‌بان که احتمال میدن که این توپ دو ضرب بشه. روی ارسال‌های از جناحین اگر مطمئن نیستی بیرون نرو، دو دل نشو. مطمئنم که روز بسیار خوبی رو پشت سر میذاری قهرمان، چون تو الان بهترین دروازه‌بان آسیا هستی. خب الان میتونی. سلام، خیلی مخلصم آقا، ممنون، مرسی از نکته نظراتتون، مرسی واقعا. چش حتما حواسم هست، همه اینایی که میگی اصولا تو همه بازی رعایت میکنم، صحبت کردن و پشت دفاع و شوتا رو، ولی مرسی که وقت گذاشتی دیدید و توضیح دادی واسم، حواسم هست. شما هم دعا میکنید، خیلی مخلصم، مواظب خودتون باشید، دوستتون دارم، خدا نگهدارتون. ببین از دو منظر میشه به این بچه نگاه کرد. یک، ارتباط بسیار خوبی که بچه‌ها با قدیمی‌ترهای باشگاه داره. البته اینو به شما بگم که همین ارتباط رو من با محسن فروزان و رشید مظاهری و علیرضا بیرامندم دارم، یعنی با اونها هم در ارتباط هستم. خیلی از من میپرسن که اتفاقا دیشب فریشب بود بابا اومد گفت، حالا یکی از همینا برام مسیج داد، گفت بابا روی نوتیفیکیشن موبایلت فلانی در ارتباطی؟ گفتم بله. گفت چطور؟ گفتم من دوست دارم 8 تا 9 تا دروازه‌بان تاپ لول و آماده رو بندازم به جون هم دیگه. گفت یعنی چی؟ گفتم تش ملت من عشق میکنن، هی اینا آماده تر میشن برای اینکه از اون رقیبه سبقت بگیرن. در نهایت خروجیش چی میشه؟ 8 تا 9 تا دروازه‌بان تاپ لول، 8 تا 9 تا دروازه‌بان سرحال. دیگه ما دنبالی نیستیم که آقای بیرامند تو بلژیک آسیب دیده کی برمیگرده. ما دیگه 7-8 تا بچه ها تربیتشون کردیم، آمادهشون کردیم، نه به لحاظ بدنی بچه، به لحاظ ذهنی. خود شما اگه نیما نکیسا جای یحیی گل محمدی بود چیکار میکرد واسه این بازی؟ تیم کره یک تیمیه که به نایب قهرمان شدن عادت داره. نه من این قضیه رو میدونید یا نه، اما یه تیمیه که خیلی خوب نایب قهرمان میشه. میدونم دست پرسپولیس خالیه، من میدونم یحیی خیلی کار سختی داره، کادر فنی پرسپولیس، اما این کادر فنی پرسپولیس به نظر من ماحصل سازندگی مکتب پرسپولیس هست. وقتی مدیر این تیم یک بازیکن بزرگیه با تحصیلات عالیه، آقای افشین پیروانی، حمید مطهری یک مربیه که من به شما قول میدم که در چند سال آینده خیلی بیشتر ازش خواهید شنید، چون یک آدم پرمطالعه، یک آدم کاملا جسور، در کمترین زمان بهترین تصمیم رو میگیره و به نظر من آقای گل محمدی بسیار بسیار کار درستی کرد که از وجود این آدم باهوش کنار خودش بهره برد. از اون طرف آقای کریم باقری یک اسطوره است برای پرسپولیسیا، وجودش در باشگاه پرسپولیس باعث بالا رفتن انگیزه بچهای پرسپولیس میشه و اینکه داوود فنایی همینطور. شما ببینید
5 تا پرسپولیسی اومدن حالا دارن تیم پرسپولیس رو اداره میکنن. از اون طرف باید به فال نیک گرفته بشه آیه ابراهیم شکوری، حضورش رو به معاونت اجرایی باشگاه خیلی خوبه. من به شما قول میدم که پرسپولیس در مسیر بهتری قرار خواهد گرفت و امیدوارم که تیم‌های دیگه هم همین مسیر رو طی بکنن. اما خب امروز میخواییم از حضور نیما نگیسه در اینجا اجرای سوء استفاده کنیم و بپرسیم، از اداره فوتبال به دست فوتبالی ها بپرسیم، چرا اداره فوتبال رو به دست فوتبالی ها نمیدن؟ برای اینکه ما یک زمان زیادی رو خواب بودیم، فوتبالی ها خواب بودن. آقای دادکان هرچی فریاد زد گوش نکرد، آقای مصطفی هرچی فریاد زد گوش نکردیم، علی آقای پروین، ناصرخان اجازی یه روز اومد گفت من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم زبیابی ولی با خفت و خاری پی شبنم نمیگردم. نفهمیدیم چی گفت، نفهمیدیم. بعد اومدیم گفتیم به به چقدر این جمله قشنگه، بر روی سنگ مزارش بنویسید. در صورتی که فهوای کلام چیز دیگه ای بوده. بزرگایی ما داریم که به اندازه یک دیوان حرف برای گفتن دارن و شعر بلدن. آقای جواد علاوردی شما بشینید باش صحبت بکنید، در حد استاد الهه قمشه‌ای صحبت میکنه. ما کسانی در فوتبال داریم که به بهترین نحو فوتبال رو اداره میکنن، جنسشون جنس فوتباله، در میادین بین المللی اینها صاحب جایگاه هن. ما اینطور نباشه که رئیس فدراسیونمون بلند شه بره یه اجلاسی در فیفا بعد بیاد عکس یادگاریش رو با فوتبالیستای دنیا بزنه توی اتاقش. آقای عزیز، دوست عزیز، تو همین اطرافت کسانی رو تخت بیمارستان عربده ها کشیدن از درد تا تیم ملی فوتبال کشور ایران بشه سوم آسیا، باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال. تو عکس بچه ها تو بزن به در دیواره، چرا عکس بچه های مردم رو میزنی به در دیوار؟ اصلا تو چه رفتی و ایستادی اونجا سلفی گرفتی؟ بیایم مدیری پرورش بدیم برای فوتبالمون که دیگران بیان باهاش سلفی بگیرن، بگن علی دایی، ابراهیم شکوری، سعید دقیقی، میرشاد ماجدی، سپهر حیدری، مصطفی اکرامی، ایکس ایگرگ رئیس فدراسیون فوتبال ایران هن. تا سرچ میکنه کامپیوتر میتره که انقدر رزومه میده از طرف، میخوای چی بهش بگی؟ میخواد وقتی میره تو AFC الان افشین پیروانی چطور تونست راجع به هتل محل اقامت باشگاه پرسپولیس به AFC شکایت کنه و حقشو به کرسی بشونه؟ چون افشین پیروانی بود، چون رفته میدونم تو AFC اونجا تو جلسه چیز هماهنگی مچ کمیشن نشسته صحبت کرده، گفته که منو میشناسین، میدونم، با من صحبت کرده سرزمین اون روزی که رفتم سر تمرین پرسپولیس با من صحبت کرده، گفته منو میشناسین، من افشین پیروانی هم. همین الان موبایلاتونو بردارید بزنید توی اینترنت تو گوگل افشین پیروانی، ببین چی بهتون میده. من جام جهانی بازی کردم، ملت آسیا بازی کردم. گفته بعد آخرش گفته من دکترای ورزش دارم. کی میخواد بگه نه تو داری اشتباه میکنی؟ کی؟ نمیتونم بهش بگم. وقتی بلند میشه میره توی اجلاسی، توی همایشی، طرف عشق میکنه از اینکه وایساده بغل این عکس انداخته. فردا میره به خانواده‌اش، به 4 نفر میگه آقا افتخار منه، من با اسطوره فوتبالی که ایران عکس انداختم. ایرانه، ایران. ما همونطور که توی سیاست، توی جنگ عرض کنم بسیاری از تسهیلات و امکانات جنگ افزاری و مسائل این چنینی دفاعی از خود، نه جنگ افزاری، دفاعی از خودم پیشرفت کردیم، ما خیلی راحت میتونیم تو ورزش هم از تک بودی بودن بیایم بیرون. ما الان بیایم میگیم کشتی مثلا بعد از حسن یزدانی و حسین کمیل قاسمی و زنده یاد
سلیمانی و ایکس و ایگرگی که مجید ترکان و حمید سوریان و کشتی ماشاءالله همشون افتخارن. خب الان مثلا سوخت سرایی و پرویز هادی و ایکس و ایگرگ، الان خب خدا رو شکر که رحمان عموزادی و... نه، ما باید مکتبمون سازنده باشه. ما باید همین الان که حسن یزدانی که باعث فخر و مباهات این کشوره، همین الان برای حسن یزدانی 10 تا حسن یزدانی دیگه بسازیم. ما برای سردار آزمون، جهانبخش، بیرانوند باید 10 تا بسازیم. چرا یه دونه داشته باشیم؟ 10 تا داشته باشیم. الان تیم ملی بسیار تیم ملی خوبیه، پرمهره است. چرا تیم ملی ما باید بره به عراق ببازه؟ چرا تیم ملی ما باید بره به بحرین ببازه؟ برای چی؟ مگه ما اصلا شما بیار رو کاغذ از دروازه تا خط حمله ببین قیمت بچه های ما در فوتبال دنیا به یورو چقدره؟ قیمت اونا چقدره؟ چه اتفاقی میفته؟ برای اینکه ما برای سرطان فوتبالمون دنبال مسکنیم، خلاص این مسکن میره روی سنسوری موتورهای سیستم CNS سنترال نورو سیستم اثر میذاره، درد تو رو هیدن میکنه، خاموش میکنه، اما اون زیر داره متاستاز میکنه، اون زیر داره این سرطان های زیاد میشه. الان نزدیک انتخابات فدراسیون فوتباله، دوباره یه سری کشمکش، یه سری تشکیل تشکل‌های مختلف برای برنده شدن در انتخابات. من با اون آدم بی‌طرف عرض می‌کنم، تو رو خدا اگر بضاعت نجات فوتبال ایران ندارید نیاد، نیاد. سوال من همینه، شما اسپوردید از ابراهیم شکوری، میرشاد ماجدی، سعید دقیق، علی دایی، خود شما هستید، این همه فوتبالی تحصیل کرده است و خب مگه اینا نمیتونن فوتبال رو مدیریت کنن؟ چرا فوتبال داره دست نظر دوستان ما نمیتونیم، آخه دست فرزند خونده هست، الان کی باید این فوتبال بیاد دست فرزندای فوتبال داره؟ زمانی که پول بیشتری از کشور خارج بشه. زمان ببینید، گوش کن عزیزم، وقتی یک مدیر غیر فوتبالی میاد توی یک جایگاه مدیریتی قرار میگیره، این تا بیاد بفهمه چی شده چی نشده 20 میلیارد ریخته تو سطل آشغال. بعد این 20 میلیارد از کجا داره میره؟ بیت‌المال. یعنی چی؟ جیب‌مال. مالیات، عوارض. متوجه این؟ یعنی شما فکر نکن که اصلا آقا بیان پول. من چند وقت پیش توی رادیو، یکی از رادیوها داشتم، حالا اسم نمیارم، داشتم میشنیدم، طرف گفت آقا مگه ویلموت چقدر میخواد؟ بندازید جلوش بره. آقا بندازید جلوش بره، ما تو همین مملکت الان آدم داریم بابت یه رقم مسخره و خندداری پشت میلای زندانه. چی بندازید جلوش بره؟ متوجه عرضم هستید؟ تا کی ناآگاهی در عقد قرار داد؟ تا کی اتفاقات این چنینی؟ من اصلا منظورم تاج نیستا، به خدا منظورم اصلا آقای تاج نیست، منظور من ورود آدم های فوتبالی به ورزش. متوجه عرضم هستید؟ به گفته حضرت آقا دوران گذره. یعنی چی؟ یعنی ما باید بیایم به مدیران تفکرات ایدئولوژی جوان که جسارت اجرایی پشتشه احترام بذاریم و اعتماد کنیم. یک کار از سه بخش تشکیل شده، یک ایدئولوژی، دو تصمیم، سه اجرا. شما هر جای این سیکل وا بمونی پروژه سوخته. بعد هزینه داره دیگه، یا هزینه وقتی داره یا هزینه مالی داره. اینا رو بری به کی بگی؟ شما الان برو مدیر ببین بگو آقا من یه طرح آوردم که شما در 5 سال آینده میرسی به درآمدزایی. میگه خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، حتما راجبش صحبت میکنیم خانم آقا اینو بایگانی کنیم. حتما 5 ماه بعد برو نگاه کن اینقدر خاک نشسته روش. همین الان برو به این نفر بگو آقا من یه اسپانسر دارم 50 میلیارد واسط میاره. آقا مخلصم، ارادت خواهش میکنم، بگید میز رزرو کنن، غذا چی میل داری؟ 50 تومن از کجا داره میاد؟ با چه رفرنسی داره میاد؟ بعد طرفی که داره میاره دنبال چیه؟ چی میخواد از تو که داره 50 میلیارد 100 میلیارد میاره تو این فوتبال؟ متوجه عرضم هستید؟ عرضم تمام.
خود نیما نکیسا کاندید انتخابات هیئت فوتبال تهران شد. اصلا چی شد ماجرای اون انتخابات؟ به کجا کشید؟ من ایمان دارم که خیلی ها هستند که هنوز به فکر بچه های این شهر هستند. من خودم رئیس هیئت مدیره پویش سعودم، کودکان کار. دفعه بعد که اومدم قول میدم براتون دو تا داستان تعریف کنم که شما خوشحال بشید، خیلی خوشحال بشید. یک کوچولوشو به شما بگم، کودکی که پشت چراغ قرمز شیشه ماشین شما رو به خاطر اندک ریالی اندک تومانی دستمال میکشید، الان با یه رقم خیلی خوب در باشگاه سپاهان اصفهان بازی میکنه. باشگاه سپاهان اصفهان چه در زمان آقای تابش چه در زمان آقای ساکت، این بزرگی توسط آقای قلعه‌نویی اتفاق افتاد. این دروازه‌بان ما رو برداشتن بردن یه رقمی باش قرارداد بستن، 5 ساله دانشگاهش رو درست کردن، جا و مکان دادن. این داره اشاره پیدا میکنه. من نیما نکیسا هستم. حساب بانکیم از طریق همین دوربین هر موقع بگید رو میزه. خانوادم، خودم، چه ماشینی دارم، چه خونه‌ای دارم، مایملکم چیه، همش رو میزه. من برای پول در آوردن باید بدوم. من حق کسی رو بلد نیستم. اشتباه کردم ولی حق و ناس کردنم نیست. اشتباه داشتم اما کسی رو از عمد نزدم. اشتباه داشتم اما به فاطمه زهرا قسم، به اسم جلاله خداوند قسم که همیشه رفتم گفتم عذرخواهی میکنم. جوون بودم، بچه بودم، نمیفهمیدم، فکر کردم الان کیم و چی. الان هیچی نیستم. خب مردم منو گنده کردن، این حرفا رو خیلی شنیدن، ولی من واقعا به دانشجوام میگم، میگم ببین بابا ماماناتون منو گنده کردن، پس سعی کنید شما الان با من یک کار پرفکت انجام بدیم که فردا بگن کسی که ما گندش کردیم با دست و سوت و جیغ و هورا امروز به اینجا رسیده، الان فرزند خلفی شده واسه مملکت. من در خودم میبینم آینده‌ای که بتونم به مردمم خدمت کنم، هر جور. اصلا مهم نیست که پست و مقام داشته باشم. اصلا همینجا میگم ائتلاف نمیکنم با هیچ کس، ائتلاف نمیکنم اصلا، چون تفکر دارم، ایدئولوژی دارم، اما دنبال این نیستم که از چه جایگاه. من خودمو بخیه نزدم به این میز که ولش نکنم، اما این دنیا رو باید ول کنم برم. من گنده تر از ناصرخان اعجازی ام. روزی که صورت ناصرخان دیدم گفتم نیما نکیسا تو ناخون این بزرگ، به خدا گفتم تو ناخون این نمیشی، ناخونش نمیشی. منم نداره بابت چی منم هیچ. پاسخا هنوز در کمال فروتنیه، ولی خب درباره شخصیت نیما نکیسا میخوام سوال کنم. من نباید نظر بدم. چرا؟ اینکه چطور شد که بعد از پایان فوتبال شخصیت نیما نکیسا دوچار تغییر شد؟ یعنی شما احساس کردید که باید برید دنبال تحصیل، این اتفاق چطور افتاد؟ بچه‌ها ما فکر کنم بچه‌های پشت دوربین دیگه جمله آخرمونه، نه؟ جمله آخر. مولانا میگه که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. میگه از یک چیز پوچ تبدیل شدم به تک سلولی، از تک سلولی اومدم توی چرخه‌ای، توی فضای اکوسیستم قرار گرفتم، اومدم شدم حیوان. حیوان اومد تکمیل شد، به تعالی رسید، شد انسان. از انسان میرم میشم ملک. حالا یا کسره داره یا فتحه داره. میگه بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این باور منه. خب اگر من نتونم به تعالی برسم به درد نمیخورم. من انسانم، من لازم الخطا، ممکن الخطا هم نیستم، اما از این لازم الخطا سال به سال باید هی کمتر شه. چقدر خوبه که اگر ما میخوایم نماز خونشیم تو جوانی و نوجوانی و اوج خوشگلی و اوج برروداریمون بشیم، اینطور نباشه که مثلا دیگه تو 70 سالگی حالا بریم یه وضوئی بگیریم وایسیم بگیم خدا غلط کردم، 70 سال یه کارایی کردم حالا غلط کردم. اونجا هم میگه باشه، اونجا هم میگه اگه 100 بار توبه شکستی بازا بیا اصلا من
من بسم الله الرحمن الرحیمم، یعنی تو وقتی اسم منو میخوای صدا کنی هم رحمانم هم رحیمم، آدمی نیستم که اصلا چیزی نیستم که بخوام تو رو به سلابه بکشم. بعد من و تو میریم همدیگر رو میبریم تو فضا مجازی، میشوریم شخصیت و آبرو و زندگی و مادر و پدر و خانواده و ناموس و قاموس و همه رو آویزون میکنیم رو بند، یارو رو له میکنیم میندازیم سطل آشغال. روایت آخر از آقای امام صادق میگه آن کس که کسی را به سبب گناهی مورد شماتت و سرزنش قرار دهد نمیرد تا خود به آن گناه مرتکب شد. نیمان عکس عزیز، خب خیلی ممنون از این گفتگو بدون تعارف، صریح و جذاب. واسه ما که جذاب بود، واسه بچه پشت دوربین جذاب بود و هم قول بگیرم که یک بار دیگه اینجا حضور داشته باشی. حتما با افتخار. ولی خب قبل از اینکه خداحافظی کنیم، سخن پایانی واگذار می‌کنم به شما و دوربین طرفداری با مخاطبای ما. خداوند، خداوند عشق و مهر و جانه. بیایم به هم دیگه عشق و مهر و جان بدیم. بیایم از محیط خونه شروع بکنیم، بد اخلاقی ها و خستگی ها و تنش ها رو بذاریم بیرون در و با خودمون لبخند و برکت ببریم توی خونه. اون آقا یا خانومی که با هزار مشکل و استرس و تنش یه چیزی دست خودش میگیره و میره برای محیط خونه و زندگیش، عادت کرده که برکت با خودش ببره، قطعا خداوند برکتش رو از اون دریغ نمی کنه. هرچی خدا به ما میده فقط مال ما نیست. قدیمی ها گفتن کمی بخور، کمی بده، کمی بنه. و این شاید از من یه شخصیتی ساخته جدیدن که شاید مردم بگن واو. نه نه، من هنوزم ممکنه اشتباهات زیادی داشته باشم، اما چیزی که امروز جلوی دوربین شما گفتم واقعا باور قلبی من. ممنون از نیمان نکیسا و ممنون از تمامی مخاطبین عزیز رسانه طرفداری که با این برنامه ملاقات با چهره همراه ما بودن. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. متشکرم. خیلی گفتگوی خوبی بود. مرسی. ممنونم. متشکرم.